همراهان محترم سلام، وقت بخیر. به این سروی مهم خبری از کانال بریکینگ نیوز افغانستان خوش آمدید. جهت آگاهی از تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه به مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان منظور بررسی اوضاع امنیتی از ولایت بامیان دیدن کرد. با گزارش اسپوتنیک، دفتر مطبوعات ولایت بامیان در اعلامیه گفته است که معاون نخست رئیس الوزرای طالبان با منظور بررسی اوضاع امنیتی و حل مشکلات مردم روز پنجشنبه به ولایت بامیان سفر کرده است. در این اعلامیه آمده است که ملا برادر معاون نخست رئیس الوزرا و شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم در ولایت بامیان سفر کرده است و با مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان، مولوی صدق الله شاهین مسافر قماندان امنیه و سایر مسئولان محلی آن ولایت دیدار نمودند و پیرامون مسائل امنیتی، ناهنجاری های اجتماعی و حل مشکلات مردم گفتگو کردند. در این اعلامیه همچنان آمده است که والی بامیان با معاون رئیس الوزرا اطمینان داد که نیروهای امنیتی و استخبارات به صورت شبانه روز و دوشادوش هم تلاش میکند تا مردم بامیان را در امنیت و آرامش کامل زندگی کند. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرا به والی بامیان وعده سپرد که به زودترین فرصت مشکلات موجود در ولایت بامیان را حل خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که معاون نخست رئیس الوزرا و سرپرست وزارت معدن و پترولیم از میدان هوای ولایت بامیان نیز دیدن نمود و به مسئولان میدان هوایی اطمینان دادند که به زودی کمبودات تجهیزات و امکانات این میدان هوایی را مرفع می‌سازد. اعلامیه افزود که هدف از این سفر معاون رئیس الوزرا و سرپرست وزارت معدن و پترولیم بررسی اوضاع امنیتی، ناهنجاری های اجتماعی و حل مشکلات مردم بوده است. به دنبال گسترش جنگ در ولسوالی های اندراب و شکست سنگین طالبان در این ولسوالی ها، اکنون این گروه با ده ها جنگجو و با استفاده از چرخبال ها بر موازی نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان یورش بردند. با گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز در سایت خبریش نوشت گروه طالبان از 3 روز به این سو در ولسوالی های بینو و پل حصار اندراب بالای سنگرداران جبهه مقاومت ملی حمله کردند، اما با دادن تلفات سنگین دیشب از این ساحه عقب نشینی کردند. این جبهه افزوده است که بامداد امروز جنگجویان این گروه بار دیگر با وسیله چرخبال ها در مربوطات دره قسان پیاده شدند و شمار دیگری آنان با تانک و از راه زمین به سمت این ناحیه رفتند. در ادامه خبر آمده است که طالبان اکنون باشندگان محل را آزار و اذیت کرده و به تلاشی خانه مردم پرداختند. جبهه مقاومت ملی همچنان افزوده است که در همین حال رزمندگان جبهه مقاومت ملی با روحیه بالا با این لشکر جهل طالبان در نبرد هستند و تلفات سنگین را نیز در این چند روز به این گروه وارد کردند. یادآوری میکنیم که گروه طالبان تا کنون چندین بار در برخی ولسوالی‌های پنشیر و ولسوالی اندراب به ولایت بغلان شکست خورده است و از ترس قیام‌های بهاری به چندین ولایت از آن میان بامیان، پنشیر و بدخشان نیروهای تازه نفس خود را فرستاده است. و در آخر، با امید روزی که شاهد شکوک کشور عزیزمان افغانستان باشیم، روزی برسد که ببینیم همه اقوام افغانستان کنار هم زندگی دور از جنگ، انفجار و کشتار را داشته باشد. سپاس از همراهی شما تا این لحظه. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.